سوال دیگر دادم، وقتی که با پیغمبرها از جانب خدا وحی می آمد، شیطان می فهمید یا نه؟ شیطان غیب نمی داند. هرگاهی که ای نزد الله هر وحی که به پیغمبر می آمد، شیطان از این چیز آگاهی نداشت تا زمانی که پیغمبر خودش آشکار رو می کرد. یعنی جین ها یا شیطان اینها غیب نمی دانند. اونا از کجا می دانند که مثال جبرائیل آمد؟ از کجا می دانند که به پیغمبر چی گفت؟ سوال دیگر، با دختری که از زنا به دنیا آمده است نماز می خواند، شریعت اجازت می دهد که ازدواج کنی؟ بله، هر یک زنی را که وقتی شما می خواهین که دخترکی را که در نکاتون دارین، اگرچه اندر ایرای زنا هم که آمده باشد، یا بچه‌کی را که کسی می خواهد که داماد بگیرد، از راه زنا به دنیا آمده باشد، لیکن می بینیم که اخلاقش، فعلش، رفتارش همش الحمدلله مناسبه، همش الحمدلله جوابگوه. در این حالت اونها را ما میتونیم دامادم گیریم، میتونیم کلینم گیریم. یعنی در این کار همو کلانتراش گوییم، اونها کسانی که سببی به دنیا آمدن اینها شیدن، اونها گناهگار هستند، اینها هیچ گناهی ندارن. دیگر، استاد کدام پیغمبرها سیاه پوست بودن؟ من راستی نگاه کردم ندیدم هیچ یک. چندین کتاب هایی را که مقصد صحیفه زدم نگاه کردم، کنی یکان پیغمبر مقصد می افته باشیم که سیاه پوست باشد، راستی نیافتم. فقط درباره حضرت لقمان که این دانشمند بودن، یک آدمی خیردمند بودن، حکیم بودن، مفسران میگن که همین لقمان آدمی سیاه پوست بود. ولی پیغمبری که سیاه پوست باشد من برادرها ندیدم. بابای حاجی ایمانم وقتای پیش بسیار مستحکم بود، حالا خیلی ضعیف شده است، چی کار کنم؟ مثل پیش شود. یعنی یک زمانی برادر ایمان بسیار ایمانش ایمان قوی بود است، گویم توفیق و تقوا و همش مقصد الحمدلله خیر بود است. وقتای اخیر میگد همین از بین رفت است، چی کار کنیم؟ او یک عالم بسیار معتبری هست. پرسیدنش که حضرت گفتن چی میگوی در حق یک نفری که انا اینا سوال همین برادر، در ابتدا بسیار آدمی بود که با احتیاط بود، حلال از حرام جدا میکرد، الحال گفت این آدم گفت در اخیر سوال کم طرف فرق میکرد، در اخیر این آدم به ایمان رفت. گفت علتش در چی است؟ گفت علتش در دو چیز است. یکم، بر همو ایمانی داشتگی شکرگزاری نکرد. دویوم، در باقی ماندنی همون ایمان و تقواش خداوند دعا نکرد، یاردم طلب نکرد. از این خاطر گفت این آدم از دنیا به ایمان گذشت. برای همین برادر عزیز و گرامی، شما هم یکمش که شکرگزاری این نعمت کنین، زیرا الله می فرماید که در هر یک نعمتی که من برای شما میتیم اگر شکرگزاری نکنید، هر آینه و نعمت الله دست من میگیره. آیا این نماز خواندن هم نعمت های، انمو تقوا هم نعمت های، حلال و حرام جدا کردن نعمت های، با این شکرگزاری کنیم که الله مهربان همین نعمت بر ما داد و برای باقی ماندنش الله را دعا کنیم و یاردم طلب کنیم. این از برادر عزیز رای حل این مسئله. خدا خواهد شما هم دعا کنید، شما هم از سخن امین انشاءالله عالی استفاده برین. از خداوند امید است که خدا خواهد همون توفیق و همون تقواتون با بر میگردن. سوال دیگر، زن به اجازت مرد از جیب مرد برای خرید تلاواریش پول گیرد، دزدی حساب میشود اونا؟ بله خواهرای عزیز، هر چیزی که شما اگر به شرطی که میخواهید که خریداری کنین، حتی برای خرید خانه، شما از مردکتان پرسین اگر به شرط اجازت داد، اگر چنده که مبلغاش نزد شما هم که باشد، باید شما پرسین. یا اگر یکون خراجات هم که کردین، باید مردک گوین که مردک همین مقدار پولا من در فلان کار صرف کردم. و ایلو اگر نگفتین، البته بالبت گناهگار میشین، اینم دزدی حساب میخوره. لیکن اگر به شرط مردی هست که هیچگاه یکمون چیزی برای خانه خرید نمیکنند، فقط پولها را در راه بیوده صرف میکنند،
اگر شما از سر پولهایمو گرفته و برای خرید خانتان فقط برای مثال تامین خانوادگیتون اگر استفاده برین، در اینجا شما گناهگار نیستی. شما در اینجا گناهگار نیستی. سوال دیگر، گفتن اسم الحم جان چی معنا دارد و گذاشتن جایز است یا نه؟ الحم نمانه نو که الحم ما سوره فاتحه داریم الحمدلله. یک کس اگر مثال وقتی وصف میکنی، این به معنای حمد گفتن، یعنی یک کس صفت کردن، یک کس وصف کردن، الحمد میگن یا حمد میگن، او علش علی تعریف میگن، اصلش همو حمده. برای همین انا میمونن، یعنی عبدالحمید میمونن یا حمدالله میمونن یا حمیدالله میمونن، انا خلبانین انشاءالله، یا حامید میمونن، این نوش اجازت های. حاجی بابا، آیا هر چیزی که در بحر هست حلال است یا حرام؟ هر چیزی که در بحر باشد همه یورا حلال گفته ما نمیتونیم، فقط آنش که در درون یعنی در بحر بگیم زندگی میکند، زندگیش هم همون جه هست، مردنش هم همون جه هست و تولدش هم در همون درون است، انا اونا حلال هست. زیرا که بسیاری از حیوانهای بحری هستند که اگرچه در درون آبم که باشن، در بیرون مقصد اونها تخم میگذارن، اونها مقصد در بیرون یعنی تولد میکنن، برای همین اونهایش که در داخل بحرن اونهاش اجازت های. استاد، مادرم کسل قن بود، روزه گرفته نمیتونست، از دنیا گذشت. من روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه گیرم، در حقش بخشم میشود. من بیمار بود برادرای عزیز و گرامی، الله مهربان برای آدمی بیمار خوردن روزه را اجازت داده گیه. برای من انشاءالله شما در حقشون خیر کنین، در حقشون احسان کنین، دوشنبه و پنجشنبه را برای ثواب خودت بگیر و ثوابی او را در حق مادرت ببخشی می شود. لیکن این خیل گویی که اکمه گوه قرضدار بود و قرضدار نیست. برای همین انشاءالله در حق چون شما خیر کنین، در حق چون شما احسان کنین، خدا خواهد اینش بهتره. آیا حضرت علی رضی الله عنه بعد فاطمه باز همسر گرفت یا نگرفت؟ یعنی حضرت علی در زمانی که فاطمه دختر پیامبر در نکاح بود و هیچ زن دیگر را نگرفته بود، وقتی که فاطمه از دنیا گذشت، در حیات حضرت میاد که یعنی جمع حضرت 9 زن گرفتن، یعنی بعضی هاش مردن، بعضی هاش طلاق دادن، خلاص یعنی با همون 4 زن در قید حیات زندگی میکردند و گاه وقت وقتی که نفرش میمرد در جوش زن دیگر میگرفت و همگی 17 دختر و 14 بچه ای حضرت علی باقی ماندگی است. سوالی دیگر آمده است، بابای حاجی، هاروت و ماروت کی بودند؟ کمی معلومات میدادین. در سوره بقره آیت 102 هاروت و ماروت آمدگی است. اینا دو ملائکه هایی بودند که در زمان حضرت سلیمان، برادران عزیز، که مردم رو به سحر و جادو آوردن تا مردم مقصد از سحر و جادو، علم سحر و جادو آگاه کنند که این سحر است، این جادو است و اونها را مقصد از سحر و جادو چگونه باید دور کنند، یعنی تعلیمات، برای تعلیمات آمده بودن. البته این در سوره بقره میگذرد، لیکن بسیاری از قصه هایی که در گرد اینها میکنند، برادر عزیز، در آیت ها و در حدیث ها که نیست، اینها را جناب ابن کثیر از بگیم قصه های بگیم که تا بنی اسرائیلی میگیم، اسرائیلیات میگیم، یعنی قصه هایی هستن که اینها میگد یکان اساسی ندارن که گویا آمده باشن اینجا، اخیر بعد انا با زن مقصد عاشق شدن و دست به زنا زدن و در چاه از شهر بابل که در عراق است، همونجا مثال گوییم که از پاهاشون آویزان کردن و گفتن جزامون در همین دنیا خدایا بته، در آخرت نته، همین خیلی قصه آمده است، لیکن اینا یگان اصلی ندارد. فقط اینا هاروت و ماروت دو فرشته ای بودن که برای مردم از سحر ای جادو نجات دادن،
آمده بودن، اینو برای آزمایش آمدگی بودن، اصلش برای امتحان آمدگی بودن. خب سوال دیگر دادن، آیا پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم در نماز مثل خودمان به خودش صلوات میفرستاد یا نه؟ یعنی ما در نماز اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم میخونیم، اللهم بارک علی محمد، آیا می صلوات را میگه پیغمبر در نماز خودش در حق خودش میخوان؟ بله برادر عزیز میخوان. آیه در سوره احزاب آیه 56 الله مهربان، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، صدق الله العظیم. الله و ملائکه های او بر محمد صلی الله علیه و سلم صلوات میفرستند و الله امر میکند که هر کدام شما هم به محمد صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستید. به این خاطر یعنی پیامبر نازنین مون هم در زیر این آیه داخله و هم مقصد خداوند وقتی که بر هر یک نفر امر کرد پیامبر هم از زمره همونها هست، برای من حضرت در حق خودش هم همون صلوات هم میخوان. در کدام روز برای مسلمان شکار من است؟ شکار در یکان روز برای مسلمان من نیست، چیلی که در انا بگیم در بنی اسرائیل وقتی روزی شنبه را الله مهربان برای امتحانشان که از شکار ماهی من کرده بود، لیکن برای مردم مسلمان که وای هم برای امتحان گرفتن اونها بود انا، ولی برای اهل قرآن، برای مردم مسلمان، برای امت محمد صلی الله علیه و سلم یگان روز یعنی من برای شکار نیست. همه روز میتونین، شب، روز و هر ساعتی که خواهین میتونین که شما شکار کنین. اسم بی‌نظیر چی معنا دارد؟ آیا گذاشتنش جایز است؟ جایز است، بسیار نام خوب است. بی‌نظیر به معنای بی‌مانند، بی‌مثل، زیبا، بی‌نظیر میگن. یعنی همتا ندارد، مانند ندارد. و این خاطر هیچی باکی ندارد. اگر از این نام شما مانین البته درست است. خداوند ایمانامون کامل، خاتمامون بخیر، ایمانهای همه ما و شما را الله مهربان سلامت نگه دارد. آمین یا رب العالمین.